درود بسیار حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا، من سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان، خوشوقتم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم. برنامه در جستجوی عدالت روزهای پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر از این کانال تلویزیونی به نظرتون میرسه و اون رو همواره میتوانید در سایت ایران فردا در آرشیو برنامه‌ها تحت عنوان در جستجوی عدالت و یا در یوتیوب ملاحظه بفرمایید. در برنامه هفته قبل این وعده رو دادم که در زمینه در رابطه با عملیات تروریستی و خرابکارانه‌ای که اخیراً در کشورهای مختلف اروپایی و افریقایی انجام شده و همچنین مسئله سیل مهاجرینی که از خاورمیانه و کشورهای عربی به سوی اروپا و امریکا روان شده اند و تبعات حقوقی اون، مطالبی رو براتون برسونم. در ارتباط با ماجراهای تروریستی اخیر به یاد دارم که زمانی پادشاه سابق ایران گفته بود که ما میخواییم ایران رو به دروازه تمدن بزرگ برسونیم، در حالی که دشمنان ما وعده وحشت بزرگ رو میدهند. شاید در اون زمان کسی چندان متوجه ابعاد این قضیه و عمق این سخن پادشاه ایران نبود یا نشد، ولی بعد که فاجعه سینما رکس آبادان اتفاق افتاد و در اون 300 نفر در آتش و آتش سوزی آنجا سوختند و بعد حوادث دیگری که اتفاق افتاد که منجر به انقلاب سال 1357 ایران شد، نشون داد که چقدر این پیشبینی یا این وعیدی که داده شده بود تحقق داره و میتونه خطرناک باشه. بعدها در فاجعه 9/11 11 سپتامبر که در امریکا اتفاق افتاد و بعد همینطور حوادث دیگری که در بمبئی هتلی رو گرفتند خرابکاران و عده زیادی رو به قتل رسوندند و بعد حوادثی که در فرانسه اتفاق افتاد، در واقعی روزنامه چارلی ابدو و بعد همچنین کنسرت هال بالاتکان و کشور مالی و غیره، نشون میداد که چگونه افرادگرایی مذهبی و تبعیضاتی که به هر حال وجود داره در موقع امتزاج اقوام مهاجر با تمدن‌های غربی چه اتفاقاتی رو میتونه در پیش بیاره و چه نتایج وحشتناکی رو به بار بیاره. اشکال کار این است که انسان‌ها تاریخ رو یا نمیخونن یا به یاد نمیارن و توجه ندارن که مثلا مشابه این حوادث در قرن هفتم میلادی هم یک بار دیگه اتفاق افتاده بود، وقتی که گروهی به عنوان ایدئولوژی از کشور عربستان سعودی رهسپار کشورهای دیگر شدند، تمدن‌های بزرگی مثل مصر و ایران رو به باد دادند و بعد سعی کردند که فرهنگ خودشون رو و ایدئولوژی خودشون رو به زور تحمیل کنند بر این ملت‌ها و تا حدودی هم متأسفانه موفق شدند. و جهانیان اگر که توجه نکنند به این اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده و نتایجی که به بار آمده، همواره محکوم به تکرار اون خواهند بود. در مثلا کشور امریکا بزرگترین مشکلی که تاکنون داشته در مقابله با مهاجرین نه اروپایی یا کشورهای دیگه، بلکه بیشتر از کشورهای امریکای جنوبی بوده. اما نکته مثبت این گونه مهاجرت‌های دست جمعی از کشورهای امریکای لاتین به امریکا این است که اینها در واقع نوعی کمک و مساعدت کردن به اقتصاد امریکا و بسیاری از مشاغل پایین و دون رتبه رو که خود امریکایی‌ها برای اون آمادگی نداشتند به عهده گرفتند و بنابراین تونستند در تمام سالهایی که این مهاجرت‌ها رواج داشته و ادامه داشته به اقتصاد امریکا کمک بکنند. در مقابل نوع سیل مهاجرینی که
این در این سالها از کشورهای عربی، مثلا از سوریه یا عراق یا افغانستان یا سایر این کشورها روانه کشورهای غربی و اروپایی شده اند، با توجه به طرز تفکر و تعلیماتی که دیدند و تربیتی که دارند، میتواند مشکل ساز باشه برای اینکه بسیاری از اینها پایبندی خودشون و تقیدشون به افکار و عقایدی که در ذهن و روح و مغز اونها کار گذاشته شده و آبیاری شده، غالبا سازگاری نداره با تمدن غربی. اینها عمدتا با مثلا هر گونه شادی یا موزیک یا جنبه هایی از هنر که امروزه در دنیا باعث تعالی روح انسان هست مخالفت دارن و حتی اگر سالها هم بیان در کشورهای اروپایی یا امریکایی زندگی بکنن، غالبا مشکل دارن برای اینکه اون افکاری رو که از کودکی به اینها تحمیل و تلقین شده است بیرون ببرند و در واقع عوض بکنند. این است که ما برخوردهایی رو میبینیم در همین واقعه پاریس، کسانی که به نام مثلا عبدالحمید محمد یا اسامی عربی ولی به تبار بلژیکی، چون مثلا پدر و مادر اینا از مراکش به بلژیک مهاجرت کرده بودند و اینها در این بچه‌ها در بلژیک متولد شدند و بنابراین تابعیت بلژیکی رو دارن ولی اسامی عربی خودشون رو حفظ کردن، اعتقادات عربی خودشون رو حفظ کردن و بعد با بازگشت به سوریه یا کشورهای عربی دیگه به نوعی حالت انقلابی دست پیدا کردن، به اصطلاح رادیکالایز شدن و دوباره بازگشتن و این بار به فرهنگ کشور میزبان خودشون عناد و دشمنی میورزند و مخالفت میکنند. همچنان که مثلا دو برادری که در واقعه باستون در ماجرای ماراتون باستون بمبی منفجر کردند و بسیاری از آدمها رو یا شهید کردند، کشتند یا فلج و ناقص کردند، اینها کسانی بودند که از بچه‌هایی بودند که از با اعتقادات و رسوبات عمیق ذهنی خودشون، با وجودی که در امریکا درس خونده بودند و به مدرسه رفته بودند، اما نتونستن بپذیرن این فرهنگ رو و این تضاد و تعارض همچنان در ذهنشون بود و در نتیجه به صورت یک دشمن نگاه میکنن به کشور میزبان خودشون. این تفاوت‌های تربیتی و قومی و فرهنگی باعث میشه که الان در واقع اون چیزی که آقای ساموئل هانتینگتون میگفت، برخورد تمدن‌ها به رأی العین دیده میشه و کشورها در واقع در تضاد کامل با همدیگه قرار گرفتن. از این روز که الان خیلی ها معتقدن که در واقع شاید جنگ سوم شروع شده، جنگ سوم بین ملل متمدن و ملل عقب افتاده یا اونهایی که با عقاید دوگماتیک ذهنی تربیت شدن و بزرگ شدن. چاره چیست؟ دنیا به کدام سو داره میره؟ آیا بشر آینده‌ای هم خواهد داشت با این تعارضات یا نه؟ چون به هر حال هر چقدر هم بخواهیم ما کوشش بکنیم به اصطلاح فیلتر بکنیم یا تحقیق بکنیم در مورد مهاجرینی که راه میفتن و میان به کشورهای غربی، هیچگاه نمیشه هم اون پروتکشن یا اون حفاظت و حمایت لازم رو مطمئن بود به وجودش. آقای نلسون ماندلا زمانی حرف درست و عمیقی زده بود و اون این بود که چاره دردهای بشریت آموزش و ادویکیشن صحیحه. تا مسئله آموزش از ابتدا از کودکی رواج پیدا نکنه و تحقق پیدا نکنه، امیدی به بشر و بشریت و دوام انسانیت و تمدن نخواهد بود. مسئله آموزش رو بعضی ها فقط به حساب سواد خواندن و نوشتن می دانند یا کتاب خواندن و مدرسه رفتن، در حالی که ما در همین روزگار خودمون شاهد بودیم که بسیاری از این بچه هایی که میان و رادیکالایز میشن و شروع میکنن به جنگ و جدال و اعمال تروریستی، احتمالاً سواد خوندن و نوشتن هم دارن، در مدارس خاصی تربیت های خاصی گرفتن. بنابراین هر گونه سواد و هر گونه امکان خواندن و نوشتن
چاره مشکل ما نیست، بلکه باید دید که به این به وسیله زبان شما چه مفاهیمی رو منتقل میکنید و چه آموزش هایی رو به این بچه ها میدید. آقای دونالد ترامپ که میلیاردر معروفی که همکنون برای انتخاب شدن به ریاست جمهوری دوره آینده امریکا از طرف حزب جمهوری خواه داره تلاش میکنه، در سخنهایی که گفته اخیراً گفته است که من وقتی که به ریاست جمهوری برسم یا اگر برسم دیواری خواهم کشید بین همسایه جنوبی امریکا یعنی مکزیک و کاری خواهم کرد که هیچ کس نتواند مهاجرت کنه یا فرار کنه یا وارد امریکا بشه از این کشورها. و به نظر ایشون راه حل یکی این است که دیوار کشیده بشه، یکی این که میگوید من 11 میلیون مهاجر غیر قانونی رو که همکنون در امریکا هستند از امریکا اخراج خواهم کرد. هر دوی این راه حل ها به نظر میرسه که راه حل های غیر عملی، غیر منطقی و غیر شدنی هست. دیوار کشیدن هیچگاه چاره مهاجرت غیر قانونی نبوده و نخواهد بود. ما در همین سالهای اخیر ناظر بر این بوده ایم که مثلا در خود مکزیک تونلی زدند چندین کیلومتر از مرکز یک بیابانی به داخل زیر یک زندانی و در درست سلول اون شخصی که میخواستن از زندان فرارش بدن این تونل باز شده و اون شخص به راحتی تونسته از سلول خودش بیاد وارد تونل زیرزمینی بشه و فرار کنه و برود. و غیر از اون تونل های بسیاری هر روزه کشف میشه بین مکزیک و امریکا که قاچاقچیان مواد مخدر یا قاچاقچیان انسان از طریق نقب های زیرزمینی کالاها یا محصولات غیرقانونی خودشون یا مواد مخدر رو یا انسان هایی رو که دارن قاچاق میکنند از طریق این تونل ها به داخل خاک امریکا میارن. بنابراین شما اگر که روی خاک، روی زمین دیوار هم بکشید، هر چقدر هم مرتفع و استوار باشه و هر چقدر هم نفوذناپذیر باشه، نمیتونید زیر زمین رو حفظ بکنید و اینها از راه های دیگر وارد خواهند شد. اشکال دیگه مسئله اون چیزی است که آقای ترامپ وعده داده به این که من مهاجرین و 11 میلیون مهاجر غیرقانونی رو اخراج خواهم کرد از امریکا. به یک موزیک ویدیو توجه بفرمایید، باز میگردم در مورد این موضوع هم ادامه صحبت خواهیم داد. به تو چه گر که با ماه روخی تنگ نشستم، به تو چه خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگر از توبه شکستم، به تو چه این که از کاسه قرآن خدا داغ‌تری، از محمد تو مسلمان‌تر، علی‌تر ز علی، یا تو دانی و زنی خود به علی چپ کوچه، یا که از عقل ز بنیاد ندانی خبری، آیه روشن قرآن نشنیدی خبرت، که چنین ساخته ای دین خدا را سپرت، ای ریاکار مشو رو به خدا ای همارا، این نماز است، این نماز است، این نماز است، الهی بزند بر کمرت. من اگر باد خورم باد پرستم، به تو چه گر که با ماه روخی تنگ نشستم، خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگر ار توبه شکستم، به تو چه تو که آلوده به ده بند گناهان کبیر،
تو که در خلوت خود رحم نکردی به سعی، رو به آینه خودت را بنشین موعظه کن. ای تو کف دار منش گرگ صفت رو به پیر، باش خاموش که گویم همه زیر پخت به تو چه، به تو چه کس چه کند هر چه کند کس به تو چه. نه تو در گور من میزده میخوابانم، نه مرا گور تو، نه مرا گور تو، گور پدرت. پس به تو چه، من اگر باده خورم باده پرستم، گر که با ماه روخی تنگ نشستم، خود خدا گفته در توبه همیشه بازه. تو خدایی مگر ار توبه شکستم به تو چه. کارا تو مزن حرف حقیقت به تو چه، میکشند از چپ و از راست به میخند به تو چه. شعر کم گو مگر از جان خودت سیر شدی، که کنی پای فراتر ز گلیمت به تو چه. شاهکارا تو خودت غرق گناهی به تو چه، تو خودت پیش خدا روی سیاهی به تو چه. دیگران را تو رها کن تو برو خود را با، تو خودت قهر جهنم ته شاهی به تو چه. خب باز میگردیم به دنباله بحث. من در مورد راه حلایی که آقای دونالد ترامپ برای مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی در امریکا پیشنهاد کردند، از جمله کشیدن دیوار در مرزها و همچنین اخراج 11 میلیون مهاجر غیرقانونی که اکنون در امریکا وجود داره، اشاره کردم. اخراج دست جمعی، در یک سخنرانی آقای دونالد ترامپ گفته بود که همچنان که در زمان ریاست جمهوری آقای آیزنهاور 3 میلیون مکزیکی رو ما اخراج کردیم از امریکا، هیچ اشکالی نداره و هیچ مسئله‌ای نخواهد بود که اکنون هم 11 میلیون رو به همون ترتیب به طور دست جمعی اخراج کنیم. من در اینجا یک تصویری رو خواهش کردم آقای سپر کارگردان فنی برنامه نشون بدن. در اون واقعی که در دهه 40 و 50 در زمان آقای آیزنهاور اقدام به مهاجرت، به اخراج دست جمعی مهاجرین غیرقانونی امریکای لاتین شده بود، مکزیکی ها رو جمع می کردن و دسته دسته به کمپ خاصی می فرستادن و از اونجا از طریق کشتی و زمینی و دریایی اخراج می کردن در امریکا. البته رقم 3 میلیونی که آقای ترامپ گفته رقم گزافه است. هیچگاه 3 میلیون از امریکا اخراج نشدن، حتی در دهه 40 و 50 دوره آقای آیزنهاور تاریخ نشون می‌دهد که در اکثر حدود 300 هزار نفر از این مهاجرین از امریکا اخراج شدند. مسئله دیگر این است که این گونه اخراج‌ها به هر تعدادی هم که باشه ایجاد یک شکاف و یک دوری و جدایی میکنه بین افراد یک خانواده. یعنی در همون زمان هم که 300 هزار نفر غیرقانونی را از امریکا اخراج کردند، بسیاری از اون مکزیکی ها همسرشون یا فرزندانی داشتن که امریکایی بودن یا تبعیت امریکا رو به دست آورده بودن و در امریکا زندگی میکردن و بنابراین اخراج اون ناناور خانواده باعث میشه که اون همسر یا اون فرزندان که بعضی هم صغیر بودند تنها بمونن و دوچار هزار و یک گرفتاری جدید و ناخواسته بشوند. بنابراین نه تنها خانواده ها رو شما از هم میپاشید، بلکه بسیاری از مشکلات دیگر رو فراهم میکنید. خیلی از اینها به صورت دشمنان قسم خورده اون جامعه میزبان در میان، برای اینکه متوجه شدن که برای مثلا سرپرست خانواده شون چنین ظلمی انجام شده. مسئله دیگه این اعلام یا این وعده ای که آقای ترامپ میدهد که من اخراج خواهم کرد و جلوی مهاجرت غیر قانونی رو میگیرم، از لحاظ قانونی غیر عملیه. یعنی رئیس جمهوری امریکا با توجه به نظام checks and balances، یعنی
کنترل و موازنه‌ای که بین قوای سگانه مقننه و مجریه و قضاییه در امریکا بر اساس قانون اساسی پیش بینی شده و وجود داره، هیچ قوه از جمله قوه مجریه یعنی دولت و ریاست جمهوری چنین اختیاری رو ندارن که بتونن بدون نظر قوه قضاییه و قوه مقننه چنین تصمیماتی بگیرن. بنابراین وقتی که دیوان عالی کشور امریکا باید به قانونی بودن تصمیمات رسیدگی بکنه یا کنگره امریکا باید قوانین رو که اصولا در صلاحیت کنگره است گذروندن اون، و بنابراین دستورات اجرایی رئیس جمهور همیشه میتونه مورد تخدیش و مورد اعتراض قرار بگیره و باطل اعلام بشه از طرف مقامات دیگر. بنابراین این توازنی که در نظام حکومتی امریکا وجود داره به هیچ رئیس جمهوری این اجازه رو نمیده که چنین تصمیماتی رو بگیره و به مرحله اجرا بگذاره. حتی دو سه سال قبل که آقای اوباما وقتی که قانون اصلاحی مهاجرت در مجلس سنا به تصویب رسید ولی در مجلس نمایندگان معطل شد و به تصویب نرسید و هنوز هم مانده بلا تکلیف، آقای اوباما برای اینکه راه حلی پیدا کنه دستورالعمل اجرایی صادر کرد، اکسکیوتیو اوردر، و دستور داد که مثلا به غیر قانونی هایی که در امریکا هستن و از کودکی وارد شده بودند اجازه کار بدن و اجازه اقامت 2 ساله بدن که به داکا معروف است، DACA، و بعد هم دستورالعمل دیگری صادر کرد که به داپا معروف، DAPA، که به والدین این بچه هایی که به اون ترتیب اجازه داده شده که 2 سال بمونن و اجازه کار داشته باشن هم به نوعی اجازه موقت اقامت و کار داده بشه. گاورنرها و فرمانداران بیش از 30 ایالت امریکا در دادگاه فدرال طرح دعوا کردن علیه کابینه آقای اوباما و رأی هایی گرفتن مبنی بر این که تمام اون دستورات اجرایی آقای اوباما رو متوقف کنن تا دیوان عالی کشور بهش رسیدگی بکنه که آیا اصولا ایشون همچین حقی داشته یا نداشته. و به نظر میرسه که نتیجه قضایی این خواهد بود که این دستورالعمل‌های اجرایی آقای اوباما غیرقانونی شناخته بشود. بنابراین در حال حاضر مثلا در امریکا که میگن پیش بینی میشه 11 میلیون غیر قانونی وجود داره، شما نمیتوانید همه اینها رو اخراج بکنید. نه عملی است، نه شدنی است و نه منطقی و اخلاقی و انسانی هست. این اخراج همون 300 هزار نفری که در دوران ریاست جمهوری آقای آیزنهاور انجام شد در واقع یکی از سیاه ترین دوره های تاریخ حقوق مهاجرت امریکاست، برای اینکه خیلی ها از اون به عنوان یک اقدام غیر انسانی و غیر منطقی و وحشیانه یاد کردند. مسئله دیگه مسئله تأثیر مثبتی است که این مهاجرین چه قانونی چه غیر قانونی در کشاورزی و اقتصاد امریکا دارند. بسیاری از این اقوام مکزیکی رو در به امریکا آوردن برای اینکه کشاورزان یا به اصطلاح کسانی که مالکین زمین های کشاورزی بودن نیاز داشتن به این کارگران کشاورزی، برای اینکه در داخل امریکا کمتر کسی بود که حاضر بود برود در این مزارع کار بکنه. بنابراین آوردن اینها نوعی به کشاورزی امریکا کمک کرد، بعد جذب اینها در سایر مراکز کاری باعث این شد که اقتصاد امریکا جان و نضج تازه‌ای بگیره و حیات تازه‌ای پیدا بکنه. اگر که روزی بخواهند که تمام این مهاجرین رو، مکزیکی‌ها و غیره رو از امریکا اخراج بکنند، طبیعتاً اقتصاد امریکا و کشاورزی امریکا هم دستخوش نقصان خواهد شد. در حال حاضر اروپا و امریکا در زیر سیل مهاجرین فرو می‌غلطه. نوع مهاجرینی که به اروپا میان هر روز هزار هزار از نوع دیگری است. گروه‌های عمدتاً عرب و مسلمان میان
که خیلی آمادگی تطبیق و تطابق و انطباق با فرهنگ غربی و اروپایی ندارن. اینها در شهرهایی که میان و همکنون در سوئد، در بلژیک، در فرانسه، در آلمان، در اتریش میبینیم که در انگلستان محله‌های خاصی رو به خودشون اختصاص میدن و سعی میکنن همون فرهنگ و شیوه مانوس زندگی اسلامی افراطی خودشون رو در اونجا پیاده کنن. همکنون در رسانه‌های اجتماعی موارد زیادی، فیلم‌های زیادی دیده میشه از کسانی که از همین گروه که در کشورهای اروپایی به متعرض زنان اروپایی میشن، از قبیل اینکه چرا حجاب نداری، چرا صورتتو نپوشوندی، یا در مغازه ها و سوپرمارکت ها که در محلی اونها هست ممنوع میکنن که مواد مثلا الکلی فروخته نشه، یا بارها تعطیل بشه، یا کنسرت ها لغو بشود، یا موزیک ممنوع بشه، یا اذان و الله اکبر و سینه زنی و غمه زنی و اینها راه بیفته. و اینها یک برخوردهای فرهنگی است که ناچار اروپا و دنیا باش روبرو بشه و یه فکری بکنه. به نظر میرسه پیش بینی که جورج اورول کرده بود در شاید 70-80 سال قبل که جهان در آینده به سه قاره خلاصه خواهد شد و این امتزاج و همگنی ملل مختلف و مهاجرت های دست جمعی باعث می شود که در واقع در سه نقطه آسیا، اروپا و افریقا از یک طرف و امریکا و کانادا از طرف دیگه، در این سه مرکز دنیا خلاصه بشود. و بنابراین دنیا برای اینکه بتونه روی آرامش ببینه و اقوام مختلف و ملل مختلف بتونن با همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار هم رشد کنن، ترقی بکنن، تربیت بشن و به تمدن واقعی دست پیدا بکنن، باید یک طرح نوعی بریزند. به نظر میرسه که شاید زمان آن رسیده است که خردمندان عالم، عقلای عالم از هر گروه و دسته و فرقه و مذهب و فرهنگی که هستند، باید یک شورا، یک مجمع عالی تشکیل بدهند و بیایند آنچه را که خرافاتی و افراطی و ویرانگر هست طرد کنند و به دور بریزند و یک مجموعه التقاطی از بهترین جنبه های فرهنگ هر قوم و فرهنگی رو بپذیرند و اون رو جنبه جهانی و یونیورسال بشدن، به طوری که بشود امیدی داشت به این که فرزندانی که در آینده به دنیا میان و در مراکز تربیتی و آموزشی تعلیم میبینند، از یک حداقلی از فضایل اخلاقی و اصول انسانی بهره‌مند باشن که بتونن دنیا رو به از نابودی قطعی نجات بدهند. حدود 60 سال قبل نویسنده بزرگی به نام الوین تافلر که یکی از کسانی است که جزء به اصطلاح پیغمبران آینده فیوچر پروفتس نامیده شده و پیش بینی کرده که در دنیا چه اتفاقاتی خواهد افتاد، در یک کتاب تکان دهنده ای که نوشته بود به نام شوک آینده، The Future Shock، پیش بینی کرده بود که اقوام پابرهنه افریقایی و عرب و ملل محروم و مستضعف و عقب مانده سیلاب وار به کشورهای خوشبخت و متمدن غربی راه خواهند یافت و ادعا میکنند که اگر زندگی خوب خوبه ما هم باید داشته باشیم، اگر خوب نیست چرا شما داشته باشید و چرا در انحصار شما باشه. این پیشبینی رو ما الان به رأی العین میبینیم که داره تحقق پیدا میکنه و فقط مثلا در کشور سوریه بیش از نیمی از جمعیت این کشور، یعنی بیش از 12 میلیون نفر از کشور خارج شدن و در دنیا سرگردان شدند. به هر حال به امید پیدایش یک نظم نوین جهانی که بتواند زندگی انسان رو بر اساس عقل و منطق و انسانیت استوار بکنه. روز و روزگار بر شما خوش.